آقا بخاری ماشین من خوب داغ نمیکنه. نشون دادم میگن ترموستات ماشینت خرابه. آمپر آب ماشینم بالا میاد میگن ترموستات ماشینت خرابه. اصلا این ترموستات چی هست؟ علائم خرابی ترموستات چیا هستن؟ کجای موتور ماشینمون بسته میشه؟ چطور میتونیم تعویزش کنیم؟ چطور اصلا میتونیم ترموستات رو تست کنیم؟ دوستان توی این ویدیو قرار نکات مهمی رو در مورد ترموستات خدمتتون عرض کنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب. موتور ماشین شما یک قطعه مهم داره به نام ترموستات. ترموستات یک قطعه مکانیکی هست که به وسیله جریان گردش آب دمای کاری موتور ماشین شما رو کنترل میکنه. ترموستات در مسیر برگشت آب از موتور به رادیاتور نصب میشه. ترموستات ها یک عدد های اسمی دارن یا یک درجه بندی هایی دارن. درجه بندیشون بشه معناست به این معناست که این دریچه‌ای که ترموستات داره روی این درجه‌ای که براش تعیین کردن باز میشه و اجازه میده مایع خنک کننده ی آب رادیاتور از بلوکه سیلند بیاد بره توی رادیاتور و اون گردش یا چرخش آب توی بلوکه سیلند و رادیاتور انجام بشه. حالا ممکنه شما عزیزان بپرسید آقا علائم خرابی این ترموستات چیا هستن؟ ما از کجا بدونیم ترموستات ماشینمون سالمه یا خرابه؟ خراب شدن ترموستات معمولا به دو صورت انجام میشه. صورت اولش اینه که این دریچه اصلا باز نشه. اصطلاحا به قول دوستان مکانیک میگن ترموستاتش قفل شده. اگر این دریچه کلا باز نشه ترموستات دائم بسته است و اون عمل گردش آب از بلوکه سیلند به رادیاتور انجام نمیشه. در نتیجه آمپر آب ماشینتون ناگهانی بالا میاد. پس اگر در حال حرکت بودید یک دفعه دیدید آمپر آب ماشینتون اومد بالا، احتمالاً ترموستات ماشینتون باز نشده و قفل شده. حالت دوم خرابی ترموستات اینه که این دریچه دائم باز باشه. توی یکی از عملکردهاش میاد عقب، این فنر اصطلاحاً گیر میکنه و دیگه جلو نمیاد و این دریچه رو نمیتونه ببنده. در این حالت که ترموستاتتون یک سره باز بمونه آمپر آب ماشینتون پایینه، اصلا بالا نمیاد و به وسط هم نمیرسه. بخاری ماشینتون هم باد سرد میزنه. پس خراب شدن ترموستاتتون در دو حالت کلی اتفاق میفته، یا دائم بسته است یا دائم بازه. حالا ممکنه شما پرسید چطور مطمئن بشیم که این ایراد بالا اومدن آمپر از ترموستات یا از فنها یا موتور فنهای خنک کننده نیست؟ دوستان اگر ناگهانی آمپر آب ماشینتون بالا اومد، شما تشریف بیارید دست بزنید روی رادیاتور. اگر رادیاتور ماشینتون خنک بود و آمپر آب ماشینتون بالا اومده، احتمال داره ترموستاتت قفل شده و آب گردش نمیکنه از بلوکه سیلند به رادیاتور. خب دوستان تا اینجا خدمتتون عرض کردیم که این خراب شدن ترموستات در دو حالت کلی اتفاق میفته، یا ترموستات دائم بسته است یا دائم بازه. حالا این خراب شدن ترموستات 4 علامت هم داره. علامت اول بالا رفتن ناگهانی آمپر آب ماشین شماست. علامت دوم سرد بودن رادیاتور موتور ماشین شماست. علامت سوم عملکرد نامناسب بخاری ماشینتونه، یعنی بخاری ماشین باد داغی به شما تحویل نمیده. علامت چهارم خراب شدن ترموستات بالا رفتن مصرف سوخت ماشین شماست. حالا یک سوال و یک جایزه. با توجه به ویدئویی که قبلا تقدیمتون کردیم با عنوان گرم کردن ماشین به روش مهندسان درجه 1 دنیا، با توجه به اون ویدئو پاسخ بدید. چرا خرابی ترموستات باعث میشه مصرف سوخت ماشین ما بالا بره؟ به کامل ترین پاسخ یک دست هدلایت کامپکس M8 پرو جایزه میدیم. هفته ی آینده هم نفر برتر رو خدمتون معرفی میکنیم و جایزه رو تقدیمشون میکنیم. حالا دوستان بریم روی ماشین ترموستات رو باز کنیم، بررسی کنیم
و نصب کنیم. فقط هدف ما اینه که هزینه های ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی این ویدیو رو میبینی اون دکمه سابسکرایب رو لطفاً بزن و اگر ویدیوهامون فیده با لایک کردن باعث دلگرمی ما بشید. بریم روی ماشین. برای اینکه شما هوزینگ ترموستات یا درپوچ ترموستات رو باز کنید توی موتورهای XU7 لازمه که اول این دوتا پیچ بوکس 13 رو باز کنید. یه دونه بوکس 13 لازم دارید و یه دونه دست بوکس. دو تا پیچش رو باز میکنید. این ترموستات احتمالاً قفل شده. اینکه شما عملکرد ترموستات رو بررسی کنید و چک بفرمایید که ترموستاتتون سالمه یا خرابه، این ترموستات رو بذارید توی آب گرم، میتونید با هیتر و همچنین میتونید با فندک، ولی چون که اینجا هوا سرده و داره باد میاد ما میبریم داخل و با هیتر تستش میکنیم ببینیم باز میشه یا نه. خب دوستان، ما برای اینکه عملکرد این ترموستات ها رو تست کنیم دو تا دونه ترموستات داریم، دو تاشون هم توی یک رنجن. این ترموستات همین 405 که ما مشکوکیم بهش که این قفله و باز نمیکنه، یه دونه هم ترموستات از این خیلی هم مارک خوبی نیست، از این 300 تومانی ها. دوتا ترموستات رو با هم همزمان حرارت میدهیم، ولی با یه چیزی بگیریمش که اوف نشیم، با هیتر باد داغ به سرا یا با سشوار هر دو رو گرم میکنیم به یک اندازه. این باز شد. این ببینید ولی این خیلی کم باز شده. میبینید این ترموستات گیر داره ولی این ترموستات تا آخر باز کرده. ترموستاتی که ما روی این ماشین میخواییم نصب کنیم مارک ایساکویه. من شخصا حالا سعی میکنم از مارک ایساکو استفاده کنم. دوستان در مورد ترموستات بستن اینجا رو ببینید، بعضی از عزیزان همکار ترموستات رو اینطور تعویض میکنن، ببینید چقدر چسب زدن به این. واقعا نیاز نیست اینقدر شما چسب بزنید، یه لایه نازک، نه اینکه تا خرخرش چسب بزنید. خب اینطور معمولا این چسب میاد لای ترموستات گیر میکنه. اگر چسب زیاد بزنید ممکنه که خود چسب بیاد لای ترموستات و گیر کنه و اجازه نده ترموستاتتون عمل کرده درستی داشته باشه. یه فرچه سیمی بکشید ترتمیز و بعد یه لایه نازل چسب بزنید و ترموستات رو ببندید. اجازه بدید ما تو فرچه سیمی بزنیم اینو تمیز کنیم. الان رفتم فرچه سیمی بیارم، دیدم آقا دزده فرچه سیمیامون هم توی جعبه ابزارمون بوده برده. حالا دیگه به هر حال انشالله که با اون جعبه ابزار ما کارت را افتاده باشه. هر چقدر تمیزتر باشه نتیجه کارت بهتره. یه لایه نازک چسب مزدا. خیلی نیاز نیست چسب زیادی بزنید، یک لایه نازک. اورینگ ترموستات یا واشر ترموستات رو نصب می‌کنید، تا
تست میکنه که فیت باشه و ترموستات رو توی محل خودش قرار میدید. پیچ بالاییش رو میبندی و پیچ پایینیش هم به همین ترتیب. حالا رفقا برای سفت کردن شما بهتره که دوتا پیچ ها رو همزمان با هم سفت کنید، یعنی نصف دور بالا نصف دور پایین، نصف دور بالا نصف دور پایین. مراقب باشید خیلی سفت نکنید که این دری ترموستاتتون ترک بیفته و بشکنه، مخصوصا توی ماشین های پراید خیلی زود اینا ترک میفتن. خب وقتی در ترموستات رو بستیم باید بیم آب رادیاتور بریزیم توی ماشین و اقدام به هواگیری هم بکنیم. بهتره که از آب معمولی توی موتور ماشینتون نریزید، چون که آب معمولی و این آبهای به اصطلاح آب به اصطلاح لوله کشی که ما داریم، اینا باعث میشه که توی ماشینتون موتور ماشینتون به مرور زمان جرم بگیره و رادیاتور بخاری و رادیاتور خنک کننده موتور ماشینتون کثیف بشه. پس این دوتا، یعنی درپوش هواگیری بعد از ترموستات و پیچ هواگیری قبل از ترموستات رو باید باز کنید و اینجا باید اقدام به ریختن آب رادیاتور یا آب مقطر کنید. آب میریزید و تا جایی به اصطلاح که دیگه حباب نداشته باشه. خوبه دیگه الان هوای دیگه توی سیستممون نیست. موقع بستن این پیچا مراقب باشید، اینا معمولا زود میشکنن، مراقب اینا باشید، زیاد سفتشون نکنید که ببرن. کپ یا درپوش هواگیری هم می‌بندید. موقع بستن در رادیاتور دقت کنید که در رادیاتور رو درست ببندید. این در رادیاتور دو تا زائده داره، این یکی اونم یکی، این دو تا زائده باید بیفتن زیر این لبا. پس در رادیاتور رو درست ببندید که خدای نکرده درش باز نشه و ماشینتون بی آب بمونه. میتونید استارت بزنید و صبر کنید که آمپر ماشینتون بالا بیاد. خب رفقا اگر این ویدیوها به نظرتون مفیده با لایک کردن لطفاً به ما انرژی بدید. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردی اون دکمه سابسکرایب هم بزن. انشالله هر جا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.